سلام و درود بر شما بینندگان گرامی. در دومین قسمت از برنامه رستگاری و رهایی در قرآن همراه هستیم با استاد جلال گنجی. در بحث قبلی آقای گنجی با یادآوری نمونه‌های تاریخی از دوران پیامبر اسلام که چگونه آن جامعه قبائلی نیمه وحشی و عقب افتاده توانست با گرفتن این پیام‌ها از آن شرایط و وضعیت خارج بشه و از اون عصر سیاه جاهلیت عبور کنه. بحث امروزمون رو در این رابطه ادامه میدیم. با تشکر از شما استاد گنجی که تشریف آوردید در استودیو سیمای آزادی، اجازه بدین از این سوال شروع کنم. شما در بحث قبلیتون و از شرایط دوران اولیه اسلام، از سختی هایی که مجاهدان اسلام و کسانی که به اسلام روی آورده بودند و ایمان آوردند صحبت کردید، در صورتی که در قرآن از سهولت یاد میشه در این راه، این رو چگونه توضیح میدیم؟ بله، خب ضمن عرض سلام به حضور بینندگان گرامی و شنوندگان این برنامه، ولی این متضاد که نیست، چون سهولت به سختی هر دو درسته، منتها در دو سطح. در جریان مبارزه وظایفی پیش رو هست که برای اهلش که طبق چارچوب های اون تعهد و اون مبارزه خودشون رو آماده کردن حرکت میکنند، تماما سهولت هست و لذت بخشه. جمله معروف حضرت زینب رو همه میدونند که در دوران سخت اسارت و شماتت های ابن زیاد و اینها گفت که من جز زیبایی چیزی نمی‌بینم، ولی همین زیبایی ها و صحنه های لذت بخش و شاد کننده و غرور آفرین و سرفرازی آور برای مردم عادی، منظور مردم غیر مبارز است، مردمی که راهی انتخاب نکردند، تعهدی به دوش نگرفتند، سختی، واقعا هم سختی، ولی در اون سطح و در اون مقیاس. ببینید، اگه اجازه بدید من از این فرصت مطرح کردن این سوال یک مقداری برگردیم به تکمیل گفتگویی که قبلی که با هم دیگه داشتیم. موضوع رهیدن یا نائل آمدن به قله‌ها، یعنی عرض به خدمت شما قاعده و بالای کلمه فلاح، هم مشمول همین مطلب هست. اگر نظاماتش و راهش درست طی بشه، با سهولت و موفقیت های حتمی و آسان مواجه میشیم. این یک قاعده عام هست در قرآن مجید که تمام تحول های انسانی یا اجتماعی یا تاریخی با این قاعده سنجیده میشند. همین آیه معروف سوره رعد که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، سرنوشته هیچ طایفه و هیچ جماعتی عوض نمیشه انفعال بکنه که از مذلت به رهایی، به سیادت، به عزت تغییر مسیر پیدا نمیکنه، مگر اینکه سوژه ها، نفرات دستن در کار خودشون رو تغییر بدند. پس به مسابقه یک قاعده، اهل فلاح کسانی هستند که به یقه خودشون میچسبند که خودشون رو تغییر بدند، متناسب بکنند برای مراحل و پیچ و خمهای راه فلاح تا رسیدن به قله فلاح، قله شرایط سختی که در پیش هست. بله، عرض به خدمت شما، سخت و آسان رو بازتولید نکنید، چون فرض بر این است که وقتی که با قاعده حرکت میکنیم، اون وقت
در حقیقت با آسانی ها سر و کار داریم، به طوری که آسانی هایی، تسهیل کنندگانی، کمک هایی پیش پای آدم قرار می گیرند، به طوری که در آیه مربوط به هجرت تو قرآن مجید آمده که قبلا این شخص مهاجر، شخص انتقاب کرده، شخصی که به خاطر آرمان هاش فرض بکنید که زندگی گذشتش رو ترک کرده، انتظارش رو نداشته که چنین تسهیلاتی و چنین فرصتهایی ممکنه برش پیش بیاد و کارش رو آسان بکنه. پس اجازه بدید، موانع گوناگون هست، شناخته به ناشناخته، که میبایستی ازش رهید تا فلاح تحقق پیدا بکنه. این حرف اول. بخشی از این موانع در وجود خود آدم خانه کرده، آسیب رسونده، ضایعات ایجاد کرده که تا اینها ترمیم نشه تغییر و پیشرفتی و فلاحی میسر نیست. طبق قاعده ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. پس به این ترتیب میبایستی حضرت محمد یک برنامه ای داشته باشه که پیروانش و شاگردانش بر اساس اون بتونن خودشون رو تغییر بدن. این یک اصطلاحی از اصطلاحات قرآن مجید هست. اتفاقا با همین کلمه فلاح همین بحث باز شده. جالب هست که در سوره ششمی که بر حضرت محمد در همون اوائل بعثت نازل شد، سوره شمس و شمس و ضحاها، بله، سوره معروف، در این سوره یک آیه فرازش این آیه هست: قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. قسم میخوره به نفس و جان انسان و عواملی که این نفس به جان رو ساخته و به بار آورده. بعد از این قسم این آموزش مطرح هست: رستگار کسی است که این نفس رو، این جان خودش رو، این شخصیت خودش رو، این من خودش رو پاکسازی میکنه و رشد میده. چون تزکیه از کلمه زکات دوتا معنی داره: هم آزاد کردن از پلیدی ها، زشتی ها، نارسایی ها، نواقص، و هم انداختن توی مسیر رشد و ارتقا. عرض به خدمت شما، موقعی که یک نهالی که کاشته شده رشد میکنه، گفته میشه که این نهال زکا دیگه از آب و گل در اومده، داره به ثمر میرسه. این اصطلاح تزکیه، مصادیقش، اجراییاتش، از کجا باید شروع کرد، به کجا باید منتهی بشه، از بخدمت شما محصولات و نتایجش چجوری باید ارزیابی بشه، یک رکن از سه رکن مهم مأموریت حضرت محمد بود که در جاهای مختلف قرآن این سه رکن شمرده شده. از بخدمت شما: لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این تو سوره جمعه هم به صورت دیگری آمده، همین سه رکن. خداوند بر مؤمنان منت گذاشت و رسولی از میان خود این قوم، خود این امت برخواست که چیکار میکرد؟ سه تا کار: یک، آیاتی که بهش وحی میشد رو اینو ابلاغ میکرد، یتلو علیهم آیاته، بعد رهاشون نمیکرد، کمکشون میکرد تا خود را تزکیه کنند، تزکیه بشوند، و سوم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، حکمتها، پندها، آموختنیها، اعماق
این آیاتی که بهشون ابلاغ کرده بهشون آموزش میداده، بهشون تشریح میکرده. پس ببینید حضرت محمد رهبری این نهضت عظیمی که 1400 سال ازش میگذره و هنوز تازه تلألوهاش داره آشکار میشه، این کار تازه به جوانی نشسته. یکی از مصادیقش توی دوره به زمان ما، مصادیق پیروانش همین مجاهدین خلق. بر ترتیب وقتی که ما راجع به مجاهدین خلق داریم صحبت میکنیم، راجع به زنان و مردانی صحبت میکنیم که یک قلم فضیلت تاریخیشون در پایداری 14 ساله نشون دادند، که یکی از کارهایی که در این پایداری 14 ساله میکردن عبارت از این بود که با دست خالی در مقابل تانک و زره پوش و تیربار، مثل همین هجوم هایی که به اشرف و لیبرتی بارها با موشک و یا با نیروی زرهی اینا شد، در مقابلش وامیستادن و نمیشکستن و پیش میبردن. خیلی کارستان محیر العقولیه، ولی این تازه تمام هنر مجاهدین خلق نیست. و مجاهدین خلق هم تمام کارکرد حضرت محمد منعکس نمی کنن. بخشی از مسلمان های تحت آموزش به تربیت و تحت رهبری حضرت محمد هستند. البته بخش درخشانی که در قرن 21 میشه بهشون نازید. پس ببینید یک ارزش، یک آموزش، یک حکمی در اسلام آمده که مباشر و متصدیش هم شخص حضرت محمد بوده تا وقتی که در حیات بوده، ولی این وظیفه و واجب تمام اهل این راه هست که از خودشون غافل نشن، به خودشون برسن و خودشون رو تغییر بدند. حتما این قواعد و قوانین و مناسکی داره که حالا ما تو این گفتگوها کمویش بهش خواهیم پرداخت و حتما از عهده تمام جوانه بهش برنمیاییم. وظایف هم است، چون خطاب به همه گفته شده از روز اول. خیلی جالبه آقای کلانی، توجه بکنید این دو چیز خیلی، وقتی که مثلا من شخصا وقتی که اسلام رو مطالعه میکنم خیلی چشمم میگیره. از روز اول حضرت محمد با همه طی کرد، در سوره های کوچیک اولیه ابلاغ شد. یکی این که ثروت اندوزی، استثمار، دزدیدن به ضرر محرومان و فقیران، مال روی مال جمع کردن در این دین قابل قبول نیست. از بلا تطعمون الیتیم ولا تحاضون ولا طعام المسکین، شما اصلا هرس و جوشی ندارید برای اینکه مسئله مساکین و فقیران حل بشه. این جزء آیه های اولیه قرآن هست. و یکی این موضوع تزکیه. آقا آدم ول که تحت عرض خدمت شما هر بهانه‌ای باری به هر جهت باشه، سرنوشت خوبی رو نباید انتظار داشته باشه. قد افلح من زکاها، رستگاری مال کسانی است که خودشون رو تغییر میدند. و قد خواب من دستاها، کسی که این موضوع رو کنار میزنه و درش دست میبره، خلاصه دل دزدی میکنه باش موضوع تغییر دادن خیش رو، این به خیبت و شکست مبتلا خواهد شد. مأموریت خود حضرت محمد هم شاهد و گواه بودن، عرض کردم تو اون گفتار، شاهد و گواه بودن اینکه این راه رفتنی هست و میشود رفت، و رهبری کردن و هدایت کردن بقیه است. لیزکی هم پس ملاحظه میکنید که اگر با خودمون برخورد بکنیم و به اصطلاح خودمون رو از شمول نکوهش قرآنی که اتبعوا اهواءهم، دنبال دل بخواه خودشون بودن و
به جای اینکه خدا رو بپرستن خودشون رو میپرستیدند، از این زمره خودمون رو بیرون بکشیم، با خودمون برخورد بکنیم، این راه فلاح رو باز میکنه. به این ترتیب صعوبت و دشواری و سختی دگرگون شدن راحل پیدا میکنه و آسون میشه. راجب به سختی و بله. آسونی که اشاره بله. کردید. پس از راهش، حالا من اینجا یک عرضی هم موجود بکنم، خیلی مربوط به این بحث نیست، ولی فرض کنید که قصه دل خودم رو بازگو بکنم. ببینید، به طور مکرر در قرآن مجید حضرت محمد اینجوری معرفی شده. حضرت محمد چی کار است؟ یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خب حضرت محمد در اوائل سال 11 هجری وفات کرد و مسلمین در صدد این بودن که باید فکری کرد برای جانشینیش. جالبه که توی بحثاشون این یکی عنصر اصلا مفقوده. به این فکر میکنن که سلطان محمد یک وارثی میخواد که جاشو پر بکنه، به همین لحاظ هم اون جانشین لقب خلیفه گرفت. توجه میکنید؟ بله. ولی این که کسی باید یا هر کسی که هست جزء وظائفش هست که به تغییر دادن آدمها بیندیشه و عمل بکنه، این گمه. چرا؟ برمیگردیم به عرض به خدمت شما گفتگوی قبلیمون. ببینید، یه سری پرده ها یا قل و زنجیرها به صورت پدر بابایی در زندگی عادی به دست و پاها پیچیده که تا کنار زدن اینها خیلی اتفاق باید بیفته. به انسان ابتدایی، شما در بیان خودتون گفتید نیمه وحشی، بی‌انصافی هم نیست، واقعا نیمه وحشی، چون به راحتی بچه های خودشون رو زنده بگور میکردند. خب این اصلا ذهنش برای این که این رسالت حضرت محمد رو درک بکنه، به تبدیل بشه برایش به این نیاز هر روزه زندگی، اینو تا بگیره خیلی باید هنر کرده باشه. 10 بار، 20 بار، 100 بار هم که در این آیه یا اون آیه گفته بشه، میدونید که در یک لحظه بلوغی میباید آدم گوشش شنوا باشه تا پند رو حتی اگر بر دیوار نوشته شده باشه به خودش بگیره. این حرکت میخواد، پیشرفت میخواد. این محقق نشده بود، البته خب چندان فرصتی هم نبود، زمان طولانی هم نبود، تجربه طولانی و چند نسلی در میان نبود که حالا ما مثلا راجع به مجاهدین در این گفتگو یکی دوبار صحبت شده. اینها بالاخره مجاهدین تحت همین نام و در همین سازمان نیم قرن تجربه پشت سر گذاشتند، با تمام فرصت‌هایی رو که در قرن 21 برای یک جنبش انقلابی میسر هست که بشناسه، تشخیص بده، استفاده بکنه، جلو بره. اینها در اون دوره‌ها که چنین انتظاری طبعا نمی‌رفته. ولی به هر ترتیب ما از گفتگوی فلاح شروع کردیم. فلاح، رستگاری، نه اونی که در ذهن بسیاری از مسلمانان عامی هست که بیشتر هم انتظار دارن روز قیامت اتفاق بیفته و از عذاب جهنم که نجات پیدا بکنن، اون رستگاریه. نه، عبارت هست از دریدن و گسستن زنجیرها و پرده های گیر انداز، اسیر کننده، مانع که در همین زندگی این دنیا در شروع زندگی مبارزاتی میباید مد نظر قرار بگیره.
یک رکن مهم محقق کننده فلاح این است که آدم ها با خودشون برخورد بکنند، که اسمش هست تزکیه. حالا ما ماه رمضان روزه میگیریم، ولو به صورت نمادی داریم میگیم که آقا این خور و خواب عادی طول سال در این یک ماه که احترام قرآن در میان هست، ماه نزول قرآن هست، باید تغییر بکنه. چیز سنگینی نیست، عرض کردم نمادینه. پس به این ترتیب یک رکن مهمه مسئولیت حضرت محمد عبارت بود یزکیهم. شاید ترتیب این چیده شدن این سطح رکن دنبال هم بی حکمت نباشه، چون به میزانی که این تزکیه صورت گرفته باشه تعلیم کتاب به حکمت میتونه سر جاش قرار بگیره. والا نوعی قصه نه حد اکثر معلومات انباشته. خب آدم معلومات زیادی داشته باشه مثل پول زیادی، جز اینکه به غرور و تبختورش اضافه بشه چی اضافه میشه؟ آدم مهمی است چون خیلی معلومات داره، اون یکی هم آدم مهمیه چون چمدان چمدان دلار بهش پول خورد حساب میشه. فلاح چیز دیگری هست و از تزکیه عبور میکنه. ببخشید خود طولانی کردم. لازم بود. بسیار ممنون استاد گنجی. با توجه به که 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم برای این برنامه، شما به معنای فلاح و مفلحون، کسانی که رستگار شدن، اشاره کردین. برای زمانی که باقی مونده مصادیقش کیا هستند دقیقاً و بله. چه کسانی رستگار شدند؟ بله، حالا از یکی شروع میکنیم ولی بعد در گفتای بعد دنبال میکنیم این بحثو. یه نمونش آیه 21 سوره انعام: و من از المؤمن من افترا علی الله کذبا او کذب به آیاته انه لا یفلح الظالمون. چه کسی ستمکارتر از کسانی هست که به خدا دروغ میبندند، یعنی یه چیزی رو به نام خدا ترویج میکنن که منظور خداوند این نیست، یا آیات حقیقی خدا رو تکذیب میکنند. انه لا یفلح الظالمون، ستمکاران به فلاح نخواهند رسید. مثلا این مصداق این آیه، اگر آخوندهای فعلا حاکم در ایران هستند که همینجور به نام خدا انواع اقسام قتل و جنایت و از میان بردن ثروت های مردم رو توجیه دینی میکنن، به خدا میبندن، آیه های قرآن مجید رو متناسب با منافع خودشون تفسیر میکنن، خب این مصداق این آیه ظالم ترین کسان که به خداوند افترا میبندند. با مثال بحث فلاح، لا یفلح الظالمون، کسانی که زور دار دسته ستمکار، ستم گستر، اینها به فلاح دست پیدا نمی کنند. یعنی چی؟ یعنی اهل فلاح می بایستی اول جبهه داشته باشند در مقابل این دارو دستی. جبهشون رو که جدا کردند تازه باید بیافتند توی غلطه که تزکیه و توانمندی هاشون رو ارتقا بدن و ارتقا بدن و ارتقا بدهند تا فلاح به مفهوم نایل آمدن به قله برشون میسر بشه. اگه این مثال کافیه؟ بله، بسیار متشکرم. در گفتگوهای بعدی دنبال بکنم. بله، بسیار ممنون استاد گنجی. تشکر میکنم از بحثی که ارائه دادین در این برنامه. انشالله بحث رو ادامه خواهیم داد در برنامه های بعدی در ماه مبارک رمضان. و با تشکر از هم میهنان عزیزی که ما رو در این برنامه همراهی میکردند، شما رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون.